سلام دوشنبه 14 اسفند 1402 4 مارچ 2024 میلادی پیروزی ملت در روز جمعه 11 اسفند 1402 حکومت رو به سرگیجه دوچار کرده و سه روز بعد از گذشتن این روز هم خامنه ای کماکان ساکته و پاره اطلاعات درونی میگه که زبونش بند اومده و نمیتونه بیاد صحبت کنه آنچنان که همیشه میومد و میگفت پیروزی ملت و نمیدونم مشت محکم به دهان استکبار جهانی و حرفایی که همیشه میزد و اینکه این, که این رای به من بود و غیره اما اطلاعاتی که تا الان به دست آمده نشون میده که تعداد آرایی که به صندوق ریخته شده در سطح کشور حدود 10 میلیون رای که نزدیک به نیمی از اون هم باطل است و این به نسبت 61 میلیون رای دهنده حدود 16 درصد آرای ریخته شده است و 8 درصد اون با احتساب رد باطل ها تنها 8 درصد در واقع در رای دادن که میشه گفت اگر این طرفداران حکومت رو 7 درصد بدانیم 5 تا 7 درصد این عدد واقعی است که میشه گفت رفتن و رای دادن در تهران همیشه کمترین تعداد رای دهنده است و آمار تهران حدود 5 درصد 10 میلیون جمعیت رای دهنده ی تهرانی نکته مهمتر اینکه مردم رأی ندادن این است که در یک عکت مشترک در یک حرکت و تاکتیک مشترک مردم میلیون ها نفر در سراسر کشور در خانه ها نشستند و آل من آمدن پا از خونه هم بیرون نگذاشتند تا ساعت شش بعد از ظهر که ساعت پایان رأیگیری اعلام شده بود و حکومت هم وقتی دید مردم اصر جمعه اومدن بیرون هوایی بخورن یا خریدی بکنن یا جایی برن فورا اومد دو ساعت و بعد هم دو ساعت دیگه چهار ساعت تمدید کرد و شروع کرد به تبلیغ که موج سوم رای دادن همیشه غروبه و همیشه بیشتر هم رای میدن بلکه از این نمد برای خودش کلاهی بدوزه که این هم فایده ای نکرد اوضاع صندوق خالی حوزه خالی و خالی بودن خیابان از مردم به قدری بزرگ بود که حکومت نتوانست اونچه که فکر کرده بود رو و تقلب 60 درصدی که دورخیز کرده بود اعلام کنه رو اعلام بکنه دلایلی که در گزارش های درون حکومت هست از اینکه چرا نتوانست اون عدد تقلبی رو که فکر کرده بود بگه متعدد از جمله اینکه مردم با, دور با تلفن های دستی خودشون و دوربین ها دائما فیلم و عکس گرفتن چه از خیابون ها چه از حوزه ها در جاهای مختلف کشور و در شبکه های اجتماعی به طور فعال به مشارکت گذاشتن بنابراین این نیامدن به خیابون و نرفتن و رأی ندادن به قدری تا غروب بزرگ شد که عملا دروغ حکومت هرچه که میخواست بگر و جلوش رو گرفته بود دلیل دیگه این که حکومت آماده باش به هزاران نیروی پلیس و نیروهای اطلاعات سپاه داده بود و خود اینها درسته که به حکومت نزدیکن اما ناظرانی شدند که دیده بودند که چگونه خیابانهای خالی و حوزه های خالی است نکته سوم این که ناظران متعدد وزارت کشور و شورای نگهبان و کاندیده ها و غیرو هم باز مزید بر علت شدن هزاران نفر که دیدن در پاره صندوق ها به خصوص صندوق های سیاری که همیشه به پایگاه ها می بردن پادگان ها می بردن، به ادارات می بردن و به جاهای مختلف دیدن که گاهی در یک صندوق به زحمت 5 تا دونش یا 6 تا دونه رعیه و اون هم باطل است و خود اینها هم شاهده بعدی بودند که در حضورشون نمیشد دروغ های بزرگ بگن بر صورت مجموع این مسائل و مسائل دیگه ای مثل این که پاره مواقع جاها وقتی صندوقهایی رو به تقلب برای یک کاندیدای سپاهی پر کرده بودند یا با یک کد ملی چندین رأی داده بودند چون گفته بودن شناسنامه و کارت شناسایی و غیره نمیخواد با اعتراض مواجه شدن و گاهی کار به درگیری رسید بعضی حوزه ها برای ساعت های ناچار شدن درش رو ببندند نتیجه این که همه اینها با اصرار وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه که این بار اونها هم به میدون آمده بودند و با توافقی که با وزارت کشور و نکاتی که اونها گفتند و با توافقی که با بیت رهبری شد نهایتا عدد 41 درصد رو ساختند 25 میلیون رای دهنده به جای 10 میلیون رای و عملا اعداد رو در دو زرد ضرب کرد عددی که اگر واقعیت داشت 41 درصد مطمئنا حکومت روی تبل پیروزی میکوبید و عدد 65 و, و 70 درصد مشارکت رو اعلام میکرد اما وقتی 10 ده میلیون ده رای که نمیشم باطل است رو میاد و 25 میلیون اعلام میکنه همین عدد هم تبدیل میشه به کمترین مقدار مشارکت در تمام انتخابات های جمهوری اسلام به این ترتیب مسئله به شکل فاجعه آمیزی شد تا جایی که بسیاری مطبوعات داخل کشور هم طی دو روز گذشته در مقاله های مطالبی افشا کردند انتقاد کردند گفتن حتی از جبهه اصولگراها در مورد اینکه آنچه هم که از صندوق فعلا در اومده چه در خبرگان که کاملا یک دسته و چه در و اکثرا کارگزارای خود بیت هستن و چه در مجلس که پایداری ها شاید بیشترین رأی داشتند و قادیباف بازنده بزرگ بود ولی یک مجلس هشل هفت و سردرگمی خواهد شد روزهای بعد صحبت میکنیم برای اینکه درون خود حکومت این ترکیب مجلس با دولت و با بیت و با خود حکومت درد سرهای بزرگی رو برای خامنه ای باز ایجاد خواهد کرد اما آنچه که مهمه این است که شخص خامنه ای بیش از شش هفت بار تا روز انتخابا به میدان آمد و به زبونهای مختلف با تکلیف شرعی با حرام کردن رأی ندادن با دشمن با داخل با خلاص ریشگرو گذاشتن از طرق مختلف مردم رو خواست که بیان و رأی بدن و این کشیده محکمی که مردم بیخ گوش او زدند در واقع برای او این دوراهی رو میگذاره که آیا نمیخواد صدای مخالفت مردم رو بشنوه و استفا بده یا کماکان بماند و ادای رهبر فرزانه و محبوب رو در بیاره از باب مقایسه ارز می کنم که محمد رضا شاه هر عیب و هر حسن و هر چیزی داشت که حالا دیگه در ترازوی تاریخه اما وقتی در آبان پنجاب و هفت اعتراضات مردم گسترش پیدا کرد نشست جلوی دوربین تلویزیون و گفت من صدای انقلاب شما رو شنیدم و از این به بعد قول میدم این کار رو دیگه نکنم این کار رو بکنم و یک ماه و خورده بعد هم وقتی در تظاهرات بزرگ در تاسوعا و آشورا میلیون ها نفر در کشور به خیابان ها آمدند و گفتند او رو نمیخواهند زمین سیاست رو زانوی ادب زد بوسید و از ایران رفت در واقع این به عنوان یکی از حسنات محمد رضا شاه باقی میماند که وقتی مردمی گفتند تو رو نمیخوام گفت فهمیدم صدای شما رو شنیدم و ایران رو ترک کرد اکنون باید دید آیا خامنه ای چی باید بشه تا صدای مردم رو بشنوه مردم به رساترین سیویلایزترین متمدنانه ترین و آشکارترین نوع ممکن به او گفتند که او رو نمیخوان و باید که بره به صورت در این خصوص باز هم صحبت خواهیم کرد که آیا خامنه‌ای جرأت و امکان و شرف و عزت این رو داره که در مقابل ملت سر تسلیم فرود بیاره و بره مثل محمد رضا شاه مثل مبارک حسنی مبارک که وقتی مردم گفتن برو و شنید گفت باشه استعفا میدم و نشستی کناری یا اینکه میخواد بمونه با یک عده دزد و آدم کش و به جنایتهاش ادامه بده در این خصوص باز هم صحبت خواهیم کرد که طبعات این پیروزی بزرگ ملت چیست و قدم بعدی رو چگونه میشه برداشت نرخ ارز به امروز دلار به 60600 تومان هم رسید و رسما وارد کانال 60000 تومانی شد اما حکم عجیب شروین حاجی پور که غیر از زندان برا و ممنوع خروجی گفتند بعد آهنگ ضد امریکا بسازه و از روی کتاب متحری و جوادی آمولی خلاصه بنویسه و در کانالهای خودش منتشر کنه صدای نوه متحری و فرزند جوادی آمولی رو هم در ورده که خوندن کتاب اونها حالا شده مجازات شاید مطلک مهم رو نوه متحری گفته که گفته من حاضرم به جای شروین بنشینم این خلاصه کتاب هجاب متحری رو بنویسم تا اینکه معلوم بشه که خوندن کتاب پدر بزرگ من مجازات نیست بر صورت نسل دوم و سوم بانیان این انقلاب نشون میده که اونها هم از وضعیت و مسیری که کشور داره راضی نیستند و اون رو بیان میکنند به امید پیروزی ایران و ایرانی